من هومن جعفری هستم با یکی دیگر از دوره های آموزشی بینظیر از استاد ناپل آنهیل با عنوان شاه کلید ثروت. بیایید درس قطعی بودن هدف رو بررسی کنیم و ببینیم چه معنی داره. چرا نقطه شروع تمام دستاورت هاست؟ چون نقطه شروع تمام دستاورت های شخصی است و یک هدف قطعی باید یک نقشه مناسب پشتش داشته باشه که با عملی مناسب همراه باشه شما یک هدف دارید و برای رسیدن بهش نقشه هم دارید و باید این نقشه را عملی کنید. خانمها و آقایان مهم نیست که نقشه که دارید خیلی کامل باشه. در واقع اصلا مهم نیست. چون هر موقع که فهمیدید نقشه ای که دارید خوب نیست میتونید اون را عوض کنید. میتونید نقشه خودتون رو تغییر بدید. اما خیلی مهمه که درباره چیزی که به دنبالش میرید و هدفتون مطمئن باشید. این مورد باید خیلی قطعی باشه و شما در طول این درس خواهید فهمید که چرا باید قطعی باشه. برای اینکه این فلسفه رو بفهمید، خوندن درباره اون و یا شنیدن های من کمک زیادی نمیکنه. بلکه وقتی کمک خواهد کرد که شما الگوی خودتون رو تشکیل بدید و اون رو هر روز در کار و حرفه و روابط انسانیتون به کار ببرید. این گونه واقعا سود خواهید کرد. مورد بعدی تمام موفقیت های فردی حاصل یک انگیزه یا ترکیبی از انگیزه ها هستند. بهتون تاکید میکنم که هرگز حق ندارید از کسی بخواید کاری را انجام بده بدون اینکه به اون فرد انگیزه کافی داده باشید و اتفاقا این موضوع مشکل تمام فروشنده هاست توانایی کاشتن یک انگیزه در ذهن طرف برای انجام کار یاد بگیرید با افراد طوری رفتار کنید که در ذهن اونها انگیزه کافی برای انجام کاری که میخواید کاشته باشید افراد زیادی هستند که به خودشون میگن فروشنده که هرگز درباره نه انگیزه اصلی چیزی نشنیدند. مورد سوم هر ایده یا نقشه یا هدف قالبی که در ذهن بر اساس تکرار افکار شکل گرفته و با یک اتش آتشین برای به دست آوردنش قاطی احساس شده توسط بخش ناخودآگاه ذهن دریافت میشه و تا حد طبیعی و منطقی برآورده میشه در این پاراگراف یک درس بسیار بزرگ در روانشناسی گرفتید. اگر میخواید ذهنتون یک ایده رو دریافت کنه و یک عادت شکل بده تا ذهن به طور اتوماتیک روی اون ایده عمل کنه باید به ذهنتون بارها و بارها و بارها بگید چی میخواید. بدون پایان وقتی چند سال پیش آقای کووی با فرمول جدیدش اینجا اومد روز به روز و هر روز دارم بهتر میشم. او هزاران نفر رو درمان کرد اما تعداد خیلی بیشتری رو درمان نکرد. میخوام ببینم دلیلش رو میدونید یا نه. چون در گفتن اون جمله هیچ احساس و خواسته این نداشتند. اگر حسی پشت یک گفته نباشه کار بیهودهی هستش مگر اینکه اون رو باور کنید. اتفاقا هر چیزی رو که باور کنید رو بارها و بارها به خودتون میگید. حتی یک دروغ رو خیلی جالبه مگه نه؟ اما حقیقت داره. میدونید که افرادی هستند که بعضی وقتها دروغ های مسلحتی میگن که حتی ما اونها رو باور نمی کنیم. اما تا جایی ادامه میدن که خودشون هم اونها رو باور کنند. اما ذهن ناخودآگاه فرق بین درست و غلط رو نمیدونه و یا فرق بین مثبت و منفی رو نمیدونه و یا فرق یک پنی و یک میلیون دلار رو نمیفهمه و فرق بین موفقیت یا شکست رو نمیدونه و هر چیزی که به دروغ یا به حقیقت براش تکرار کنید رو باور میکنه. و این به شما وابسته هستش که در ابتدا هدف قطعیتون رو تعیین کنید و اون رو بنویسید تا قابل درک باشه اون رو به خاطر بسپارید و شروع به تکرار اون در هر روز کنید تا ذهن ناخودآگاه شما اون رو دریافت کنه و بر اساس اون عمل کنه این قرار یکم زمان ببره شما نمیتونید انتظار داشته باشید که کاری که سالها با اجازه دادن به افکار منفی با ذهن ناخودآگاه خودتون کردید رو یک شبه جبران کنید. نمیتونید انتظار داشته باشید این اتفاق یک شبه بیفته. اما خواهید فهمید که هر نقشه که با احساس درآمیزید و با اشتیاق اون رو تکرار کنید و اون رو با ای با ایمان پشتیبانی کنید اگر این کار رو بکنید ذهن ناخودآگاه شما نه تنها سریعتر بلکه قطعی و مثبتتر هم عمل خواهد کرد مورد چهارم هر نقشه هدف یا خواسته ای که با اون حالت ذهنی که بهش میگیم باور پشتیبانی بشه توسط قسمت ناخودآگاه ذهنمون دریافت و عمل میشه خانم ها و آقایان این تنها حالت ذهنی هستش که فورا از طریق ذهن ناخودآگاه عمل میکنه و وقتی میگم باور منظورم امید داشتن یا آرزو کردن یا یه جورایی باور کردن نیست درباره هیچ کدوم از اینها حرف نمیزنم. دارم درباره حالت ذهنی حرف میزنم که هر چیزی که میخواید انجام بدید اون رو به صورت تموم شده ببینید حتی اگر اون رو شروع نکرده باشید. خیلی مثبته مگه نه؟ راستش رو بگم در زندگیم کاری رو انجام ندادم مگر اینکه درباره خواسته خودم مطمئن بودم. در غیر این صورت ازش منصرف شدم و یا نگرش ذهنیم رو نسبت بهش تغییر دادم و هرگز در انجام کاری که در ذهنم داشتم شکست نخوردم. و بهتون میگم که میتونید هر کاری که در ذهنتون هست رو انجام بدید مگر اینکه ضعف رو در خودتون راه بدید همانند بسیاری از مردم حالا بیایید دوباره به مورد چهار برگردیم هر هدف خواسته یا نقشه‌ای که توسط حالت ذهنی که بهش میگیم باور پشتیبانی میشه توسط ذهن ناخودآگاه بر عهده گرفته میشه و بهش عمل میشه خانومها ها و آقایان از گفته خودم مطمئن نیستم اما فکر می کنم در همه زمان تعداد کمی افراد باهوش بودند که این اصل رو می و بهش عمل کردند افرادی واقعا اون رو درک می و اون رو اعمال می حتی اگر کاملا اون رو درک کنید اما اون رو اعمال نکنید و به عادتی در زندگی تبدیل نکنید انگار که اون رو درک نکردید چون ایمان بدون اراده مرده هستش ایمان و باور بدون عمل کردن مرده هستش. ایمان بدون یک نگرش کاملا مثبت مرده هستش. نمیدونم چجوری میتونید از باور داشتن نتیجه بگیرید مگر اینکه بهش عمل کنید و اگر باوری که دارید رو به طور مرتب به ذهن خودتون تکرار کنید زمانی میرسه که ذهن ناخداگاهتون اون رو قبول میکنه حتی اگر بهش بگید که به خودتون ایمان دارید تا حالا شده اونقدر به خودتون باور داشته باشید که بدونید هر چیزی که میخواید رو به دست خواهید آورد تا حالا فکر کردید چه مزیت بزرگی برای شما میتونه باشه؟ میدونید چه تعداد از افراد خودشون رو دست کم میگیرند چون اعتماد به نفس کمی دارند و به خودشون باور ندارند؟ راجع به درصد این گونه افراد حدسی بزنید. یه چیزی بین 98 تا 100 هستش. تعداد افرادی که به خودشون باور دارند اونقدر کمی که حتی نمیخوام تعداد دقیقشون رو بدونم. اما با قضاوتی که از برخورد با هزاران فرد خوب داشتم، و بهتون میگم که کلاس ها و شنونده های من همیشه بالای متوسط بودند. از روی اینها میگم که تعداد افرادی که اعتماد به نفس کافی رو به خودشون نمیدن تا کاری که میخوان رو انجام بدن و چیزی که میخوان رو به دست بیارن بالای 98 درصده. اونها هر چیزی که زندگی بهشون بده رو قبول میکنند. نحوه کار طبیعت عجیب نیست؟ یک سری محبت ها رو بهتون میده. هر چیزی که برای رسیدن به چیزهایی که میخواید لازم باشه. چیزهایی که برای همه نیازهای شما کافی هست رو بهتون میده و به شما بابت قبول کردن و استفاده از اونها پاداشی سخاوتمندانه میده. این تمام کاریه که باید بکنید. اونها رو قبول کنید و ازشون استفاده کنید. اما اگر اونها رو قبول نکنید و ازشون استفاده کنید، بالاتر از حد تصور شما رو تنبیه میکنه. طبیعت از رخوت و بیحالی متنفره و میخواد که هر چیزی در جریان باشه و مخصوصا میخواد که ذهن انسان هم در جریان و عمل باشه ذهن هم مانند تمام اعضای بدن اگر ازش استفاده نشه تحلیل میره و ضعیف میشه تا جایی که همه میتونن شما رو تحت تاثیر قرار بدند و اغلب شما حتی قدرت مقاومت یا اعتراض رو ندارید مورد پنجم قدرت تفکر تنها چیزیه که بشر روی اون کنترل بلا منازع داره حقیقتی چنان محکم که رابطه نزدیکی بین ذهن انسان و هوش بینهایت شکل میده خانم ها و آقایون در جهان فقط پنج چیز وجود داره و همه چیز از اونها به وجود اومده از کوچکترین الکترون ها و پروتون ها گرفته تا سیارات بزرگی که در فضا هستند که شامل من و شما هم میشند فقط پنج چیز زمان ماده مکان، انرژی و این چهارتا بدون مورد پنجم به درد نمیخورن و همه چیز هر و مرج بود و من و شما هرگز وجود نداشتیم بدون اون مورد پنجم فکر میکنید چیه؟ یک هوش جهانی که خودش رو در همه گیاهان و چیزهایی که از زمین رشد میکنن باستاب داده و در همه الکترون ها و پروتون های ماده خودش رو در زمان و مکان و هر چیزی که هست باستاب و تبلور داده در هر چیزی هوش و ذکاوت هستش هوشی که همیشه در حال عملیات کردنه و فردی موفقه که راهی پیدا کنه که بیشترین استفاده رو از این هوش بکنه و اون رو عملی کنه این هوش همه جهان رو احاطه میکنه زمان مکان انرژی ماده هر چیزی که هست و هر موجودی میتونه تا جایی که بخواد از این هوش استفاده کنه و این کار رو فقط میتونه با استفاده از اون انجام بده فقط درک کردنش یا باور کردنش کافی نیست باید هر طوری شده ازش استفاده کنید و هدف این دوره اینه که بهتون نقشه و الگویی بده که بتونید این هوش رو مورد استفاده قرار بدید. تمام کاری که باید بکنید اینه که نقشه رو دنبال کنید. نمیشه فقط بخشی که دوست دارید رو انتخاب کنید و بقیه رو بذارید کنار. باید همه رو همونطور که هست قبول کنید. ششمین مورد، به نظر میرسه بخش ناخودآگاه ذهن تنها در بروی استفاده از هوش بینهایت باشه من میخوام به این جمله با دقت توجه کنید گفتم به نظر میرسه دقیقا نمیدونم که اینطوری یا نه و شک دارم که شما هم بدونید و شک دارم هر کسی این رو به طور قطع بدونه افراد زیادی ایده های زیادی در این مورد دارند اما از بهترین هوش هایی که قادر بودم استفاده کنم و بهترین مشاهده هایی که قادر بودم انجام بدم از طریق هزاران آزمایش درسته که بخش ناخودآگاه ذهن تنها در به روی هوش نهایت هستش و میتونه با استفاده از درس هایی که ارائه خواهد شد توسط فرد تحت تاثیر قرار بگیره اساس موفقیت باور بر مبنای قطعی بودن هدفه یک جمله هستش که کل کلید اون پاراگراف رو بهتون میده بر اساس قطعی بودن هدف میدونید علتش چیه که اونقدری که باید به خودتون اعتماد به نفس ندارید تا حالا شده درباره این فکر کنید؟ تا حالا شده به این فکر کنید که چرا وقتی فرصتی میبینید و یا موقعیتی که شبیه موقعیت میبینید به توانایی خودتون برای اینکه از عهده اون بر بیایید شک میکنید؟ تا حالا چندین بار براتون اتفاق نیفتاده یا هر روز اتفاق نمیفته؟ اگر شانس این رو داشتید که با افراد خیلی موفق همکاری کنید میدونستید که این چیزیه که اونها رو اذیت نمیکنه. اونها اگر چیزی رو بخوان انجام بدند هرگز به ذهنشون نمیرسه که نتونند اون کار رو بکنند. امیدوارم در ارتباطتون با مؤسسه ناپل اونهیل هیل همکار برجسته من یعنی دبلیو کلمنت استون رو بهتر بشناسید چون اگر بخوام مردی رو مثال بزنم که این موضوع رو کاملا درک میکنه و کاملا روی اون تکیه میکنه اون مرد آقای استون هستش به نظرم آقای استون هیچ نگرانی نداره فکر میکنم اصلا نتونه هیچ نگرانی رو کنترل کنه فکر میکنم اگر تشخیص بده چیزی برای نگرانی وجود داره توهین به ذکاوتش خواهد بود چرا چون این اعتماد به نفس رو داره که از ذهنش استفاده کنه و با استفاده از اون هر شرایطی که میخواد رو ایجاد کنه و این نحوه عمل کرده هر ذهن موفقی هستش و عملکرد کرده ذهن شما خواهد بود اگر که این فلسفه رو یاد بگیرید قادر خواهید بود ذهنتون رو, رو روی هر هدفی که میخواید متمرکز کنید و هرگز به این سوال فکر نمی کنید که کاری که میخواهید رو میتونید انجام بدید یا نه نه حتی یک بار شما ارتعاشات افکارتون رو هم میفرستید و هم دریافت میکنید. حقیقتی که دلیل حرکت کردن با هدفی قطعی به جای تغییر هدف رو توضیح میده. از اونجایی که مغز میتونه به قدری با یک هدف شارژ بشه که شروع به جذب معادل فیزیکی اون فکر بکنه. این رو در ذهنتون داشته باشید. اولین سیستم فرستنده و گیرنده رادیویی در مغز انسان وجود داشته که نه تنها در مغز انسان بلکه در مغز حیوانات زیادی هم وجود داره. من یک جفت سگ پومناریا دارم و اونها بعضی وقتا قبل از خودم میدونن که به چی دارم فکر میکنم خیلی باهوشن اونها میتونن رو افکار من تمرکز کنن و بدونن کی با اتومبیل جایی میرم و کی باید اونها بیان و کی نه لازم نیست حتی یک کلمه بگم چون اونها دائما با ما در همگامی هستند ذهن شما دائما در حال فرستادن ارتعاش هستش و اگر شما فروشنده هستید میتونید با این کار قبل از حضور یافتن پیش مشتری اون رو بفروشید تا حالا به این فکر کرده بودید اگه هر کاری انجام میدید که نیازمند همکاری افراد دیگه هستش ذهن خودتون رو آماده کنید تا بدونید که افراد دیگه حتما همکاری خواهند کرد چرا چون اولا نقشه شما برای اونها همچنان سوداوره که نمیتونن رد کنند به عبارتی شما حق دارید از این همکاری ها استفاده کنید شگفت زده خواهید بود اگر تغییری رو که در اثر فرستادن افکار مثبت به جای افکار منفی به مردم اتفاق میافته رو ببینید اگر یک توضیح خوب درباره فرستادن این فرکانس ها میخواهید مثلا شما هزار دلار وام نیاز دارید تا ماشین خودتون رو پس بگیرید و میرید بانک و بانک داره به محض ورود شما میفهمه که میخواهید هزار دلار ازش بگیرید و نمیخواد که اون رو بهتون بده خنده دار نیست نه تراژیکه بعضی وقتها تو جیبتون کبریت دارید که خونتون رو به آتیش بکشید شما افکار خودتون رو میفرستید و اونها پیشرفت میکنند و وقتی میرسید پیش فرد مورد نظر میبینید به جای همکاری بهتون شک داره همون حسی که خودتون فرستادید سمتش من قبلا فروشندگی تدریس می کردم و مدت زیادی زندگیم را از این راه گذروندم زمانی که تحقیقاتم را رو روی این فلسفه انجام می دادم و برای بیش از سی هزار نفر حرف زدم که بیشترشون الان میلیونر هستند و خیلی هاشون در زمینه بیمه عمر فعالیت می کند و اگر یک چیز باشه که باید فروخته بشه اون بیمه عمره بیمه عمر رو هرگز کسی نمیخره بلکه باید فروخته بشه و اولین چیزی که من به اون افراد میگفتم این بود که اول باید چیزی که میخوان رو به خودشون بفروشند بعد به دیگران اگر این کار رو نکنند چیزی نخواهند فروخت ممکنه کسی چیزی ازشون بخره اما خودشون چیزی نخواهند فروخت مگر اینکه اول به خودشون بفروشند هر مغزی یک ایستگاه ارسال و یک سیستم دریافت داره و شما نمیتونید این مغز رو طوری تنظیم کنید که فقط چیزهای مثبتی که دیگران میفرستند رو دریافت کنه این نکته ای بود که میخواستم بهش برسم اما با تمرین دادن ذهنتون و عادت کردن میتونید مغزتون رو طوری عادت بدید که بین اون همه چیز فقط چیزهایی رو جذب کنه که بیشتر از همه در زندگی میخواید و چجوری این کار رو بکنید شما این کار رو با نگه داشتن ذهنتون روی چیزی که بیشتر از همه در زندگی میخواید انجام میدید. با فکر کردن و تکرار کردن و عمل کردن تا زمانی که ذهنتون دیگه چیزی غیر مربوط به اون رو دریافت نکنه. شما افکار ای دارید و میتونید ذهن خودتون رو آموزش بدید تا نسبت به دریافت هر چیزی بجز اونهایی که به خواسته شما مربوط هستند محسون باشه. خانم و آقایون وقتی ذهنتون رو تحت کنترل در بیارید در مسیر موفقیت قرار خواهید گرفت حالا چند تا از مزایای قطعی بودن هدف رو ببینیم اول از همه قطعی بودن هدف به طور اتوماتیک اتکای به خود رو توسعه میده و انگیزه فردی تخیلات اشتیاق نظم داشتن و تمرکز در تلاش کردن همه اینها در رسیدن به موفقیت اهمیتی حیاتی دارند اینها یک صف از چیزهایی هستند که باید توسعه بدید که از طریق قطعی بودن هدف میتونید توسعه بدید یعنی گفتن چیزی که میخواید و داشتن یک نقشه برای به آوردنش و اغلب ذهنتون رو با به دست آوردن اون نقشه مشغول کنید و وقتی نقشه ای رو برای خودتون میکشید اگر فرد غیر معمولی نباشید میدونید که برخی نقشه ها درست پیش نمیرن هر وقت فهمیدید که نقشتون به خوبی کار نمیکنه اون رو بندازید دور و یک نقشه جدید بکشید این کار رو تا زمانی ادامه بدید که نقشه ای پیدا کنید که کار میکنه و در طول این پروسه فقط یادتون باشه که شاید هوش بی نهایت نقشهی بهتر از نقشه خودتون برای شما داشته باشه. ذهنی باز داشته باشید. اگر نقشه برای هدف بزرگ و یا یک هدف کوچکتر داشتید و کار نکرد، اون نقشه رو بیخیال بشید و درخواست راهنمایی کنید و ممکنه اون راهنمایی رو دریافت کنید. اما چه کاری میتونید بکنید که از دریافتش مطمئن باشید؟ اینکه باور کنید اون رو دریافت خواهید کرد. باید باور کنید که اون رو دریافت خواهید کرد و ضرری هم نداره اگه اون رو بلند بلند کنید. من احتمال میدم که خالق از افکار شما آگاه باشه اما مطمئنم ضرری نداره اونها رو با اشتیاق به زبون بیارید. و مطمئنم در تحریک کردن ذهن ناخداگاه شما هم تأثیر منفی نداره. وقتی کتاب بیاندیش و ثروتمند رو نوشتم، اسم اولیه اون سیزده قدم تا ثروت بود. و خودم و ناشرم میدونستیم که این عنوان پرفروشی نخواهد بود و باید یک عنوان میلیون دلاری داشته باشیم. من کتاب رو تموم کرده بودم و ناشرم هی بهم به می میگفت که عنوان خوبی براش پیدا کنم و من 500 تا 600 عنوان براش پیدا کردم و هیچ کدوم خوب نبودند. هیچ کدوم از اونها. و یه روزی من رو خیلی ترسوند و زنگ زد بهم به و گفت اگه تا فردا صبح عنوان کتاب رو بهم به نگی من خودم یکی می نویسم. گفتم چی میخوای بنویسی؟ گفت میخوام اسمش رو بذارم نودل بخور و سرحال شو گفتم خدای من داری ناامیدم میکنی این یک کتاب خیلی موقر هستش و اون یک عنوان مسخره هستش که هم من و هم کتاب رو تخریب میکنه گفت اسمش همینه مگر اینکه تا فردا صبح یه عنوان دیگه بهم هم بدی ازتون میخوام این اتفاق رو دنبال کنید چون مهمه و برای افکار خوبه اما همش رو الان نمیگم من اون شب رو بیدار موندم و با ذهن ناخداگاه خودم حرف زدم بهش گفتم ببین پیر مرد من و تو راه زیادی و با هم اومدیم و کارهای زیادی رو برای من و به من کردی به لطف بیدقتی خودم اما من باید یک عنوان میلیون دلاری داشته باشم و باید همین امشب داشته باشمش متوجه شدی اونقدر بلند حرف زدم که مردی که در طبقه بالایی زندگی می کرد، کف خونش رو کوبید که صدا نکنم و اون رو سرزنش نمی کنم چون فکر کرده بود شاید با همسرم دارم دعوا می‌کنم. پس نذاشتم در ذهن ناخداگاهم جای شکی باقی بمونه و دقیقا بهش گفتم چی میخوام یک عنوان میلیون دلاری و وقتی که ذهن ناخداگاهم رو تا حدی شارش کردم که میدونستم چیزی که من میخوام رو تولید خواهد کرد رفتم توی تخت خواب و اگر به اون نقطه نرسیده بودم هنوز هم توی اون تخت بودم و داشتم با ذهن ناخداگاه هم حرف می زدم. وقتی به مرحله باور میرسید یک حالت روانشناسی هستش که متوجه میشید و حس می کنید که چیزی بهتون میگه همه چیز خوبه و میتونی آروم باشی. من خوابیدم و ساعت دو شب جوری بیدار شدم که انگار کسی من رو محکم تکون داده و بیندیش و ثروتمند شو در ذهن من بود. من خوشحال از جا پریدم و اون رو تایپ کردم و به ناشرم زنگ زدم. گفت چه خبره ساعت دو نصف شبه گفتم آره اما عنوان میلیون دلاری رو یافتم گفت پس عجله کنیم گفتم بیاندیش و ثروتمند شو گفت درسته پیداش کردی اون کتاب خارج از آمریکا تا حالا 23 میلیون دلار فروخته و داره بیشتر میشه و احتمالا قبل از اینکه بمیرم بیشتر از 100 میلیون دلار خواهد فروخت و فروشش پایانی نخواهد داشت یک عنوان ملتی میلیون دلاری با توجه به حرفهایی که به ذهن ناخداگاه هم زده بودم تعجب نکردم که اون عنوان به فکرم رسید و موفق شد اما چرا از اول از این روش استفاده نکردم ممکنه خنده نباشه اما من این قانون رو از اول میدونستم پس چرا این دست اون دست کردم و ازش استفاده نکردم چرا از همون اول به جای اینکه برم سراغ منبع و ذهن ناخودآگاه خودم رو به کار بندازم نشستم پشت ماشین تایپ و 500 600 تا عنوان نوشتم به همون دلیلی که شما هم بعضی وقتا میدونید باید چیکار کنید اما نمیتونید این بیتوجهی نوع بشر به خودش هیچ توضیحی نداره حتی وقتی میدونی قانون چیه اما تا آخرین لحظه صبر میکنید تا کاری در اون باره بکنید درست مثل دعا کردن تا لحظه ی آخر صبر میکنید تا سرحد مرگ ترسیده باشید و البته که اون موقع دعاهاتون هیچ نتیجه ای نخواهند داشت اگر میخواید نتیجه بگیرید باید ذهنتون رو آماده کنید تا هر لحظه از زندگیتون مثل دعا کردن باشه یک دعای همیشگی چون همش مربوط به باوره باور به اینکه حق دارید با هوش بینهایت همگام بشید تا هر چیزی که در این جهان نیاز دارید رو به دست بیارید و لازمه که ذهن خودتون رو آماده کنید تا هر موقعیت اورژانسی که پیش میاد آماده باشید همچنین یک هدف قطعی یک نفر رو مجبور میکنه تا برای هر روزش نقشه بکشه تا اینکه به اون هدف برسه اگر بشینید و کاری که در هر ساعت میکنید رو در طول هفته بنویسید و بعد تعداد ساعت هایی که هدر دادید و میتونستید به هر کاری که میخواهید اختصاص بدید رو بنویسید یکی از بزرگترین شوک های زندگیتون رو دریافت خواهید کرد ما زیاد موثر نیستیم شما 8 ساعت برای خواب و هشت ساعت برای کار کردن نیاز دارید و 8 ساعت وقت خالی دارید که میتونید هر کاری خواستید در این ساعت ها بکنید مورد بعدی قطعی بودن هدف شما را بیشتر قادر می سازه تا در شناخت موقعیت های مربوط به هدفتون موفق تر باشید و بهشون این شجاعت رو میده که اونها رو در بر بگیره و بر اساس اونها عمل کنه ما هر تقریبا هر روز موقعیت هایی رو در زندگیمون می بینیم. که اگر بهشون عمل کنیم سود زیادی بهمون به می رسونن. اما چیزی هست که بهش میگیم تفره رفتن یا به تعویق انداختن یعنی وقتی موقعیت پیش میاد نمیتونیم اونها رو به نفع خودمون در اختیار بگیریم اما اگر ذهنتون رو با این فلسفه آماده کنید میتونید نه تنها موقعیت رو بپذیرید بلکه یک کار بهتر انجام بدید چه کار بهتری میتونید انجام بدید خودتون موقعیت رو بسازید ایده من هم همینه یکی از جنرال های ناپل آن، اون یکی ناپل آن، یک روز که میخواستند صبحش حمله کنند اومد پیشش جنرال گفت قربان شرایط درست نیست که فردا حمله کنیم ناپل آن بهش گفت شرایط رو من خودم تعیین میکنم حمله کنید و من هرگز مرد موفقی ندیدم که وقتی بقیه میگن شرایط درست نیست نگه حمله کنید حمله کنید از جایی که هستید شروع کنید و وقتی در جاده هستید و نمیتونید هدف رو ببینید باز هم خواهید دونست که این راه شما رو به جایی خواهد رسوند حمله کنید تفره نرید یک جا نیستید حمله کنید و قطعیت هدف باعث ایجاد اعتماد به نفس در شخصیت فرد میکنه و توجه خوب مردم رو به اون جذب میکنه تا حالا شده بهش فکر کنید همه دوست دارن فردی رو ببینند که سر و رو بالا گرفته و داره به جهان میگه که میدونه داره چی کار میکنه و در حال انجامش هست. همونطور که وقتی در پیاده رو با اراده راه میرید افرادی که از رو به میان از سر راه شما میرن کنار و شما نیازی ندارید کاری بکنید و فقط کافی افکار با ارادتون رو به همه جا بفرستید و دنیا هم همینطوریه کسی که میدونه کجا داره میره و عزمش رو جزم کرده که به اونجا برسه همیشه کسانی پیدا خواهد کرد که خواهان کمک کردن بهش باشند بزرگترین مزیت قطعی بودن هدف اینه که اون حالت ذهنی که با نام باور شناخته میشه رو باز میکنه با مثبت کردن ذهن و رها کردن اون از محدودیت های مانند ترس، شک و ناامیدی و دو دل بودن و تفره رفتن همون لحظه ای که تصمیمی رو میگیرید و میدونید این چیزیه که میخواهید همه این چیزهایی که اذیتتون میکردند وسایلشون رو جمع میکنند و از ذهنتون میرن بیرون همینطوری میرن بیرون اینها نمیتونن در ذهنی مثبت زندگی کنند میتونید تصور کنید که یک ذهن مثبت و یک ذهن منفی کنار هم باشند و یک فضا رو اشغال کنند؟ البته که نمیتونید چون همچین اتفاقی غیر ممکنه. و آیا میدونستید که یک ذهنیت منفی خیلی کوچک کافیه تا دعاهای شما رو بی اثر کنه؟ و آیا میدونستید که یک ذهنیت منفی خیلی کوچک کافیه تا نقشه شما رو نابود کنه؟ و قطعیت هدف شما رو کم تر کنه؟ شما در رابطه با قطعی بودن هدفتون باید با شجاعت و اراده و ایمان حرکت کنید. مورد بعدی قطعیت هدف آگاهی موفقیت رو در پی داره. میدونید منظورم از آگاهی موفقیت چیه؟ اگر میگفتم آگاهی موفقیت رو در پی داره میدونستید منظورم چیه؟ منظورم چیه؟ که غالبا افکارت درباره سلامته و آگاهی موفقیت یعنی غالبا افکارتون درباره موفقیت هستش. و دارم درباره میتونم ها فکر میکنم نه نمیتونم ها. آیا میدونید که اون 98 درصد افرادی که گفتم کسانی هستند که به نمیتونم ها فکر میکنند؟ و هر شرایط و موقعیتی که براشون پیش بیاد فوراً به بخش نتوانستند و منفی اون فکر میکنند. من هرگز یادم نمیره موقعی که آقای کارنگی من رو سپرایز کرد و فرصتی بهم به داد تا این فلسفه رو سازماندهی کنم. من کلی فکر کردم تا تونستم شش تا دلیل براش بیارم که من نمیتونم این کار رو بکنم. من آموزش کافی نداشتم، من پول نداشتم، من نفوذ نداشتم. من حتی نمیدونستم کلمه فلسفه یعنی چی و دو تا دیگه هم بودند که فوراً به ذهنم اومدند. و میخواستم به آقای کارنگی بگم که مجبور شدم بابت تعریفی که ازم کرد ازش تشکر کنم. اما چیزی که در ذهنم بود این بود که من شک داشتم آقای کارنگی اونطور که میگن در قضاوت درباره آدم ها خوب باشه چون من رو برای این کار انتخاب کرده بود. این چیزی بود که در ذهنم بود. اما فرد ساکتی در پشت بود که من رو نگاه میکرد و بهم به گفت که بهش بگو میتونی انجامش بدی بلند این رو بگو و من گفتم بد آقای کارنگی من این کمیسیون رو قبول می و شما میتونید مطمئن باشید که من این کار رو به اتمام خواهم رسوند اون بهم به نزدیک شد و گفت نه تنها چیزی که گفتی رو دوست داشتم بلکه نحوه گفتنت رو هم دوست داشتم این چیزی بود که من منتظرش بودم او دید که ذهنم پر از باوره که من میتونم انجامش بدم حتی با وجود اینکه کمترین امکانات رو هم نداشتم که کمک کنه شروع کنم به جز اراده ای که میدونستم میتونم ابزار لازم برای این کار رو پیدا کنم و اگر ذره شک داشتم و میگفتم بله آقای کارنگی من تمام تلاشم رو خواهم کرد من این رو ازش نپرسیدم اما مطمئنم که در این صورت اون موفقیت رو ازم می گرفت چون نشون میداد که برای انجام دادنش زیاد هم با اراده نیستم بله آقای کارنگی میتونید روی من حساب کنید که این کار رو تموم خواهم کرد و شما شاهد هستید که آقای کارنگی انتخاب اشتباهی نکرده بود چون خودش زمان زیادی که فوت کرده میدونست چی کار میکنه و چیزی که سالها داشت تحقیق میکرد رو در ذهن انسانها و در ذهن من پیدا کرده بود او پیدا کرده بود و من نمیدونستم چه ارزشی داره که بعدا فهمیدم اما میخوام شما ارزش اون رو بدونید چون همون مزیت رو شما هم دارید همون ظرفیتی که بدونید چی میخواهید و یقین داشته باشید که اون رو به دست میارید حتی با اینکه نمیدونید قدم اول رو چجوری به دست بیارید چه چیزی یک فرد رو انسان بزرگی میکنه یک تعریف خوب بهم به بدهید بدید که چه چیزی یک مرد یا زن رو انسان بزرگی میکنه هیچ ایده ای دارید بزرگی به چیه بزرگی یعنی توانایی شناخت قدرت ذهن خودتون برای دربر گرفتن و استفاده از اون بزرگی یعنی همین و در قانون من هر مرد و هر زنی میتونه به بزرگی برسه با پروسه ساده شناختن قدرت ذهنش و در برگرفتنش و استفاده از اون حالا میرسیم به دستورالعمل انتخاب هدف قطعی و میتونید این دستورالعمل ها رو بنویسید تا به هر بخشی خاصی دوباره نگاه کنید ابتدا جمله واضحی از خواسته خودتون بنویسید اون رو امضا کنید و به خاطر بسپارید و حداقل روزی یک بار اون رو به فرم دعا یا هر چیز دیگه ای انتخاب می کنید تکرار کنید شما مزیت این کار رو خواهید دید چون به همون اندازه که خودتون ایمان دارید خالق هم به شما ایمان خواهد داشت من خودم این تجربه رو داشتم خانم ها و آقایون یک نقطه ضعف در فعالیت دانش آموزان اونها این مطالب رو می و چون مطالب ساده هستند و متوجه میشن میگن نوشتن دیگه چه فایده ای داره شما هم اگر همچین رفتاری دارید بهتر این درس رو بیخیال بشید شما باید اینها رو بنویسید و افکارتون رو روی کاغذ بیارید و باید اونها رو به خاطر بسپارید و بعد دربارش با ذهن ناخودآگاهتون حرف بزنید و بهش ایده خوبی درباره چیزی که میخواهید بدید و ضرری نداره اگه اون داستانی که درباره عنوان کتابم تعریف کردم رو یادتون باشه ضرری نداره اگر کاری کنید که زمیر ناخودآگاهتون بفهم رئیس شمایید و اینکه در این باره میخواهید کاری کنید اما اگر ندونید که چه چیزی میخواهید ذهن ناخودآگاه شما نمیتونه کمکی بهتون کنه از هر صد نفر 98 نفر در کل بشریت نمیدونن چی میخوان و هرگز هم اتفاقی اون رو به دست نمیارن اونها هر چیزی که زندگی بهشون داده رو قبول میکنن به علاوه هدف اصلیتون میتونید هر چند تا که خواستید هدف کوچک هم داشته باشید به طوری که شما رو در جهت هدف اصلیتون حرکت بدند کل زندگیتون رو باید وقف رسیدن هدف اصلیتون کنید بفهمید که چه چیزی میخواهید مشکلی نداره اگه مثل من فروتن باشید وقتی چیزی که میخواید رو درخواست میکنید اما زیادی فروتن نباشید چیزهایی مثل یک پادشاه بخواید و چیزهایی که فکر میکنید حقتونه اما در درخواست کردن این چیزهایی رو که میگم رعایت کنید که در مقابل چیزهایی که انتظار دارید چه چیزهایی رو باید بدید دوم یک نقشه یا نقشه هایی رو که چگونه میخواهید به این هدف برسید رو بنویسید و حد سر زمانی که بهش میخواهید برسید رو بنویسید و با جزئیات ذکر کنید که حاضری چه چیزی رو برای به دست آوردن هدفتون بدید نقشه خودتون رو طوری انعطاف پذیر بکنید که هر موقع فکر کردید نیازمند تغییره اون رو اعمال کنید و یادتون باشه که هوش بینهایت میتونه بهتون نقشه بهتری بده و اغلب هم همین کار رو میکنه اگر که یقین داشته باشید چی میخواید؟ تا حالا شده حس کنید چیزی قرار اتفاق بیفته و نتونید توضیح بدید؟ این حس چیه؟ همون زمیر ناخداگاهی که داره سعی میکنه ایده پیدا کنه. اغلب جوری بی تفاوت هستید که اجازه نمیدید زمیرتون چند دقیقه باهاتون حرف بزنه. بارها شنیدم که یکی گفته من امروز یک ایده احمقانه داشتم. اما همون ایده احمقانه ممکن بود یک ایده میلیون دلاری باشه اگر بهش گوش میکردید و کاری دربارش انجام میدادید. به این چیزها احترام زیادی بذارید چون بدون شک چیزی بیرون از شما داره سعی میکنه باهاتون ارتباط برقرار کنه من به این چیزهایی که میان سراغم احترام زیادی قائلم و دائما هم میان سراغم و اونها رو مربوط به چیزی پیدا میکنم که ذهنم داشت دربارش فکر میکرد کاری که میخوام انجام بدم چیزی که باهاش درگیرم پس نقشه یا نقشه هایی که دارید رو بنویسید و حداکثر زمانی که اون رو نیاز دارید چقدره این زمان خیلی مهمه خیلی مهم ننویسید که قصد دارم بهترین فروشنده جهان بشم یا قصد دارم بهترین کارمند سازمان خودم بشم یا قصد دارم پول زیادی داشته باشم اینها قطعی نیستند هر چیزی که به نظر میرسه هدف اصلی شما باشه اون رو به طور واضح بنویسید و اون رو زمان بندی کنید مثلا بنویسید من قصد دارم در این سالها این کار رو بکنم و همه چیز رو توضیح بدید و بعد در پاراگراف پایینی بنویسید من قصد دارم اینها رو برای هدفم بدم و بعد اونها رو با جزئیات توضیح بدید این کار نیاز به تمرین داره طبیعت سیستمی داره که هر چیزی رو زمان بندی میکنه مثلا شما یک کشاورزید و میرید بیرون تا بذری بکارید و میرید زمین رو آماده میکنید و بذر رو در فصل مناسب میکارید و روز بعد میرید و اونجا رو شخم میزنید درست روز بعدش کسی نمیخواد تو این بحث کمکم کنه بعدش منتظر چی میمونید؟ منتظر طبیعت تا کار خودش رو انجام بده. هوش بینهایت یا خدا یا طبیعت هر چی که میخواید بهش بگید هممون داریم درباره یک چیز حرف میزنیم. اما هوشی وجود داره که کار خودش رو انجام بده. اگر که اول شما کار خودتون رو انجام بدید این هوش قرار نیست چیزی رو به سمت شما جذب کنه یا شما رو دور کنه مگر اینکه دقیقاً بدونید چی میخواید و مگر اینکه به طور مناسب زمان بندیش کنید مسخره خواهد بود اگر که استعداد متوسطی داشته باشید و بگید در سی روز آینده یک میلیون دلار خواهید داشت. به عبارتی هدف بزرگ خودتون رو در هیته منطق و چیزی که میدونید و شایستش هستید زمان بندی کنید. مورد بعدی این که هدف بزرگ خودتون رو برای خودتون نگه دارید مگر مواقعی که میخواهید درس هایی که درباره فرازهن گفتم رو اجرا کنید. چرا بهتون میگم که هدف اصلیتون رو برای خودتون نگه دارید؟ دلیلش اینه که افراد بیکار و کنجکاو زیادی هستند که دوست دارند کنار بیستند و سرشون تو کار شما باشه مخصوصا اگر بدونند آرزوهای بزرگی دارید و قرار به چیزهای بیشتری از اونها در زندگی برسید و بدون هیچ دلیلی در کار شما دخالت میکنند تا بدونند چی کار میکنید اونها هر کاری میکنند تا بتونند حرکت شما را آهسته تر کنند چرا به دلیل حسادت نوع بشر تنها راه حرف زدن درباره هدف اصلیتون در عمل هستش بعد از اینکه بهش رسیدید بذارید خودش برای خودش حرف بزنه تنها راهی که یکی میتونه درباره چیزی پوز بده نه با حرف زدن بلکه با انجام دادنه و وقتی کاری رو انجام دادید دیگه نیازی نیست کاری انجام بدید و اون کارها خودشون حرف میزنند درباره انطاف پذیر بودن نقشه هاتون چون خودتون نقشه هاتون رو کشیدید به کامل بودنش دل نبندید در این صورت کار اشتباهی انجام دادید نقشه هاتون رو انطاف پذیر کنید یک نقشه خوب بکشید و اگر درست کار نمیکنه تغییرش بدید مورد بعدی تا جایی که میتونید هدف اصلیتون رو در ذهنتون عملی فرض کنید. با هدف اصلیتون غذا بخورید و بخوابید و هر جایی میرید اون رو با خودتون ببرید. و این رو یادتون باشه که در این صورت ممکنه زمیر ناخودآگاهتون در خواب هم برای رسیدن به هدفتون تلاش کنه. ذهن آگاه شما خیلی حسوده و با احتیاط میسته و به جز چیزهایی که خیلی میترسید و یا خیلی دربارشون مشتاق هستید واکنش نشون نمیده. مخصوصا چیزهایی که از اونها میترسید. بعضی وقتا اجازه میده اونها هم نفوذ کنند ولی در حالت کلی اگر بخواید یه چیزی رو در زمیر ناخودآگاه خودتون بکارید باید این کار رو با مقدار بسیار زیادی ایمان و اشتیاق انجام بدید همچنین باید سریع عمل کنید تا مغز آگاهتون کنار بره و بذاره از طریق زمیر ناخودآگاه عمل کنید به دلیل اشتیاق و ایمان شما تکرار کردن هم خیلی مفیده ذهنتون میگه خیلی خوب اگه میخوای یه موضوع رو این همه تکرار کنی من نمیتونم وایستم رو تماشا کنم برو به بخش سی ببین چی کار میتونی بکنی اینطوری کار میکنه به جز اینکه این ذهن آگاه خیلی یادگیرنده خوبیه و همه ای چیزهایی که کار نمیکنن رو یاد میگیره اگر این رو میدونید ذهنتون تعداد زیادی از این چیزها رو داره تعداد زیادی داره رشته های قدیمی نه چیزهای زیادی رو نگه داشته یک وسیله به در نخور که جمع کرده چیزهایی که اصلا نیاز ندارید و این چیزها رو به ذهن ناخودآگاهتون میده هر شب قبل از اینکه به تخت خواب برید باید به زمیر ناخداگاهتون یک سری برنامه از چیزهایی که میخواهید بدید مثلا بهبود یافتن بدنتون بدن شما هر روز به بهبود یافتن نیاز داره وقتی دراز میکشید و میخواهید بخوابید به زمیرتون بگید بره کار کنه و هر سلول و هر ارگان از بدنتون رو بهبود بده و فردا صبح یک بدن کاملا سالم در جهتی که ذهن عمل میکنه بهتون میده بدون دادن دستوراتی به ذهن ناخداگاهتون نخوابید بهش بگید چی میخواید به این کار عادت کنید تا جایی ادامه بدید که چیزی که میخواهید رو باور کنه و بهتون بده برای همین باید مواظب باشید چه چیزی درخواست میکنید چون هر چیزی که بخواید رو دریافت خواهید کرد میدونم که اگر بدونید این همه سال رو چه چیزهایی درخواست کردید شگفت زده میشید. تا حالا به این فکر کردید؟ تا حالا چه چیزهایی رو درخواست کردید؟ هر چیزی که الان دارید روزی اون رو درخواست کردید. شاید حتی با نادیده گرفتنش. شاید چیزی که میخواستید رو نگفتید به زمیرتون و اون هم چیزهایی بهتون داده که نمیخواید. نحوه کارش اینطوریه. حالا چند فاکتور در ارتباط با هدف اصلی شما هستید. اول از همه باید نماینده بزرگترین هدف شما در زندگی باشه. خاصی که بیشتر از همه میخواین بهش برسید و نتایجی که میخواید به عنوان یادگاری از خودتون جا بذارید. هدف اصلیتون در زندگی باید همین باشه. من درباره هدفهای ریز شما حرف نمیزنم، بلکه دارم درباره هدف کلی زندگیتون حرف میزنم. و باور کنید دوستان من اگر چنین هدفی ندارید دارید قسمت خوبی از زندگیتون رو هدر میدید اینطوری زندگی کردن ارزش هزینه ای که دارید براش میپردازید رو نداره مگر اینکه هدفی رو داشته باشید مگر اینکه دارید با این فرصتی که روی این سیاره دارید کاری میکنید من فکر میکنم شما به اینجا فرستاده شدید تا کاری انجام بدید فکر میکنم با ذهنی به اینجا آمدید که قادر سرنوشت شما رو بسازه و اگر ازش استفاده نکنید فکر میکنم بیشتر زندگی شما هدر رفته البته از نقطه نظر کسی که شما را اینجا فرستاده ذهنتون رو تحت کنترل بگیرید و هدفی والا تعیین کنید. فکر نکنید چون در گذشته دستاوردهای زیادی نداشتید آینده هم همینطوری خواهد بود. آینده خودتون رو با گذشتتون قضاوت نکنید. اگر این کار رو بکنید متزرزر خواهید شد. یک روز جدید در پیشه. قرار دوباره متولد بشید. دارید یک الگوی جدید راه میندازید. شما در جهانی جدید قرار دارید و شخصی جدید هستید. چرا که نه همه شما دوباره متولد خواهید شد. به طور ذهنی و روحی و فیزیکی یک هدف جدید بر اساس فهم خودتون از قدرتی که دارید و بر اساس فهم خودتون از کرامت خودتون به عنوان یک بشر اگر از من بپرسید بزرگترین گناه بشر چی میتونه باشه شرط میبندم از جوابم شکه خواهید شد جواب شما چیه؟ فکر میکنید بزرگترین گناه نوع بشر چیه؟ بزرگترین گناه بشر نادیده گرفتن از استفاده از بزرگترین دارایی خودشه. این بزرگترین گناه نوع بشر هستش باید هم همین باشه چون اگر از ذهنتون استفاده کنید هر چیزی رو که میخواید خواهید داشت توجه کنید که نگفتم هر چیزی در حیطه منطق رو خواهید داشت بلکه گفتم هر چیزی که خواستید رو بدون محدودیت خواهید داشت و واجه های تعیین کننده به کار نبردم تنها شما هستید که میتونید از این کلمات استفاده کنید تنها کسی هستید که میتونید این محدودیت ها رو اعمال کنید و کس دیگه ای نمیتونه. مگر اینکه خودتون بهش اجازه بدید هدف اصلی شما یا یه بخشی از اون همیشه باید چند قدم جلوتر از شما باشه که بهش با امید نگاه کنید چون اگر اینطوری نباشه و به هدف اصلیتون برسید بعدش میخواید چیکار کنید البته که یکی دیگه برای خودتون تعیین کنید و اینطوری با رسیدن به هدف اولی یاد گرفتید که چطوری به اهداف بزرگ برسید و چالش شما اینه که هدفی بزرگتر از قبلی برای خودتون تعیین کنید اگر هدف اصلیتون رسیدن به چیزی مالی هستش برای سال اول خیلی بلند پروازی نکنید و یک نقشه منطقی دوازده ماهه بکشید و ببینید چقدر راحت بهش میرسید و سال بعد دو برابرش کنید و سال بعد همون رو دو برابر کنید هدف اصلی باید همیشه چند قدم جلوتر از شما باشه هدف از این کار چیه چرا هدفی تعیین نکنیم که همین فردا بهش برسیم واضحه که اگر این کار رو بکنید هدف اصلی شما چندان طولانی نخواهد بود و شما مزیت به دنبال رفتن اون رو نخواهید داشت. مزیت دنبال کردن هدف خیلی نکته بزرگه. اگر به موفقیت و به هدفتون رسیدید دیگه چیزی نیست و باید به دنبال چیز دیگه برید. وقتی که کسی هدفی به جز گذراندن زندگی نداره زندگی کمتر جالب به نظر میاد. امید به رسیدن به چیزی در جهت هدف اصلی یکی از بزرگترین لذتهای بشریته کسی که در خودش گیر کرده و هدفی نداره حسرت خواهد خورد من تعداد زیادی از این افراد رو دیدم همشون بدبخت هستند باید به عمل کردن ادامه بدید به کار کردن به انجام دادن چیزی ادامه بدید یک هدف برای خودتون داشته باشید هدف اصلی باید طوری باشند که با یک سری قدم های روزانه و ماهانه و سالانه به دست بیان چون این هدف ها باید طوری طراحی بشند که یک عمر طول بکشند باید با حرفه یا شغل فرد هارمونی داشته باشه تا هر روز بتونه به این هدف نزدیکتر بشه من جدا برای کسی که کار میکنه تا چیزی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن و جایی برای خوابیدن داشته باشه احساس تاسف میکنم من برای چنین فردی احساس تاسف میکنم کسی که هدفی فراتر از بقا نداره فکر نمیکنم تو این کلاس کسی باشه که به این ساعت راضی باشه فکر کنم شما میخواهید زندگی کنید میخواهید رها باشید فکر کنم میخواهید هر کاری که ضروریه رو انجام بدید تا به همه خواسته هاتون تو زندگی برسید شامل پول هدف هر کسی باید شامل یک سری کارهایی باشه که روزانه و ماهانه اونها رو انجام بده این رو موقع تعیین و تعقیب هدف اصلیتون یادتون باشه هدف اصلی هر فردی ممکن از کلی اهداف کوچکتر تشکیل شده باشه مانند هویت شغل یک فرد که باید انتخاب بشه وقتی میخواید هدف اصلیتون رو بنویسید باید مثل تیرهای یک سکو باشه شماره یک این کارها شماره دو این کارها و وقتی به اون بالاها رسیدید هدف اصلیتون رو هم بنویسید هارمونی کامل بین خودتون و هدفتون فکر میکنید این موضوع مهمه؟ میدونید چه چیزی مهمتر از اونه؟ رابطه ای مهمتر از روابط یک مرد و همسرش در روابط بشری هستش البته که نمیدونید من به جای شما این سال رو جواب میدم هیچ کس نمیدونه و آیا تا حالا رابطه ای دیدید که در هارمونی نباشه؟ تا حالا چیزی اینطوری دیدید؟ این رو هم من جواب میدم معلومه که دیدید اصلا خوشایند نیست مگه نه؟ حتی دوروبر این افراد بودن هم خوشایند نیست مگه نه؟ شما میتونید هارمونی داشته باشید و اینطوری میتونید رابطه فرازهنی خودتون رو شکل بدید همسر یا شوهر شما باید اولین متحد فرازهنی باشید شاید مجبور بشید برگردید و دوباره ازش خواستگاری کنید اما اینم خوبه کاری رو نمیشناسم که به اندازه خواستگاری کردن برام لذت بخش بشه تجربه خیلی خوبیه برگردید و دوباره از خانومتون خواستگاری کنید تجربه خیلی خوبیه یا اگر در شرایط درستی نیستید با همکارتون و کسانی که هر روز باهاشون کار میکنید این کار را بکنید خودتون رو وقف این کار بکنید شگفت زده خواهید بود که یک اعتراف کوچک چه کارهایی میتونه بکنه کارهای فوق العاده اعتراف کردن خیلی کار شگفتانگیزیه بعضی افراد میگن مغرورتر از اونی هستن که ضعفهای خودشون رو اعتراف کنند من فکر میکنم کار خوبیه که با یک اعتراف کوچک ضعفهایی رو از سیستمتون بیرون برزید قبول کنید که شما کامل نیستید نه خیلی بد اما زیاد هم کامل نیستید و بعد ممکنه بقیه هم فکر کنند که من هم نیستم و بعد همه چیز آروم میشه خودتون رو وقف داشتن روابط بهتر با افراد بکنید حالا هر کسی که باشد کار خیلی خوبیه میتونید از پسش بر بیایید میدونم که میتونید بیشتر این نبود هارمونی ها از نادیده گرفتن افراده شما همینطوری نادیده میگیرید رابطه ای با هم بسازید اگر بخواید میتونید این کار رو بکنید و بودجه بندی دخل و خرج جهت فراهم کردن و امنیت برای کسانی که دوستشون دارید در سالهای پیری و بودجه بندی زمان برای به دست آوردن پول برای اجرای نقشه جهت رسیدن به هدف اصلی نقشه های در حال اجرای خودتون رو بنویسید و یادتون باشه که بین این اهداف چیزهایی رو که به هدف اصلیتون مربوطه رو بنویسید چیزهایی که مجبورتون میکنن قدم به قدم به سمت هدف اصلیتون برید و یک نقشه قطعی برای ایجاد هارمونی در تمام روابطتون و مخصوصا در خونه که یکی کار میکنه جایی که کسی بازی میکنه یا استراحت میکنه در رسیدن به هدفهای بزرگ روابط انسانی خیلی مهمه چون اهداف بزرگ با همکاری دیگران به دست میاد تا حالا به این فکر کردید که هر کار ارزشمندی که میتونید انجام بدید با همکاری هارمونیک دیگران به دست میاد و اگر با مردم رابطه خوبی نداشته باشید چجوری میخواید این همه همکاری رو به دست بیارید اگر اونها رو نفهمید و به ضعف اونها اجازه تخلیه شدن ندید تا حالا دوستی داشتید که از اینکه میخواید نظرش رو درباره چیزی عوض کنید ازتون متشکر باشه یا دوستی داشتید که سعی کنه نظر شما رو تغییر بده میدونم نداشتید هیچکس کس نداشته اما کارهای تاثیرگذار زیادی هستند که میتونید برای یک دوست انجام بدید اما اگر به یکی مستقیما بگید داره اشتباه میکنه شاید خوشش نیاد و دفعه بعد که ببینه دارید میایید بره اون ور خیابون در مورد روابط انسانی شما میتونید روابط خیلی خوبی بسازید اما نه به کردن مردم و تصحیح اشتباهات اونها کار بهتر اینه که درباره ویژگی های خوب افراد حرف بزنید. هرگز فردی رو ندیدم که اونقدر بد باشه که هیچ ویژگی خوبی نداشته باشه و اگر روی اون ویژگی ها تمرکز کنید اون فرد تمام سعی خودش رو میکنه تا شما رو ناامید نکنه. یک فرد نباید درباره انتخاب هدف که دور از دسترس به نظر میرسه شک کنه. برای کسی که خودش رو آماده میکنه تا به هر هدفی در زندگی برسه. البته که وقتی من هدف خودم رو انتخاب می کردم، سازماندهی و انتشار که اولین فلسفه عملی موفقیت در جهان بود، دور از دسترس من بود. و فکر می کنید چی بود که من رو در طی 20 سال تحقیق و تلاش بی سمر امیدوار نگه داشت؟ فکر می کنید چه چیزی من رو در مقابل اون همه افرادی که نقدم می کردند امیدوار نگه داشت؟ فکر می کنید چه چیزی بود؟ من اونقدر ایمان داشتم و اون باور رو طوری حرکت میدادم که انگار میدونستم کاری که آقای کارنگی بهم به داده بود رو تموم میکنم. حتی مواقعی بود که چیزهایی که اطرافیانم درباره من میگفتند کاملا درست بود و یه جوری درست بود که داشتم زمانم رو هدر میدادم. با استانداردهایی که اونها داشتند من 20 سال از زندگیم رو هدر میدادم. اما از این نقطه نظر که میلیون ها نفر از کاری که من در اون 20 سال انجام دادم بهره بردند و باز هم خواهند برد من وقتم رو تلف نکردم شما نمیتونید شکست بخورید مگر اینکه فکر کنید شکست میخورید اگر فکر کنید ممکن شکست بخورید میتونید اگر به اندازه کافی دروبر من باشید کاری میکنم باور کنید که نمیشه شکست بخورید باید بدونید که قرار نیست شکست بخورید مهمترین مثال و شاهد برای نمایش اصل قطعی بودن هدف نحوه ی کار طبیعت هست که مثال بارزی از این موضوع هستش خانم ها و آقایون تنها چیزی که در این جهان ثابته قوانین طبیعته اونها تغییر نمی کنند و سبک و سنگین نمیشند و فروکش نمی کنند اونها رو دور بریزید و یا ازشون دوری کنید و تا جایی که میتونید اونها رو درک کنید و با اونها وقف پیدا کنید و ازشون بهره ببرید کسی تا حالا راجع به کار نکردن نیروی جاذبه چیزی نشنیده حتی کسری از هرگز اتفاق نیفتاده <متغل> و نخواهد افتاد چون طبیعت یک چیز ثابته در میان سیستم کل جهان یا جهانها چنان دقیقه که <متغل> هر چیزی مثل <متغل> ساعت کار میکنه اگر میخواهید دقت این اتفاقات در طبیعت رو بفهمید باید با علوم مختلف اینها رو آزمایش کنید و بعدش درک خواهید کرد نظم جهانها و همه قوانین مختلف محل تمام سیاره ها و ستاره ها همگی غیرقابل قابل تغییر هستند جالبه بدونید که اخترشناسان میتونند با یک مداد و کاغذ فاصله بین سیارات و ستاره ها رو در صد سال آینده به طور دقیق بگن و محل دقیقشون رو نسبت به همدیگه دیگه بگن اون هم از الان و اگر طبق نقشی نبود حرکتشون نمیتونستند این کار رو بکنند ما هم میخواهیم چنین نقشه ای رو برای خودمون داشته باشیم برای همین در این کلاس هستید برای همین دارم اینها رو بهتون تدریس میکنم من تجربه کوچکی که از زندگی دارم رو بهتون میگم و چیزی که از میلیون ها نفر دیدم تا یاد بگیرید چجوری خودتون رو با قوانین طبیعت وقف بدید تا بتونید به جای نادیده گرفتن خودتون از اونها در جهت مثبت بهره ببرید برای من ترسناکترین اتفاقی که میتونه بیفته پایان یافتن احتمالی قوانین طبیعته فرض کنید تمام ستاره ها به هم برخورد کنند. بمب هیدروژنی مثل یک فشفشه به نظر میاد. اگر که طبیعت اجازه میداد قوانین خودش تعلیق بشند، اما این کار رو نمیکنه. طبیعت درباره قوانین خودش خیلی سخت گیره و اگر این 17 اصل رو چک کنید با قوانین طبیعت سازگار هستید. اگر که اصل رفتن یک مایل اضافه را انجام بدید، می بینید که طبیعت شیفته ی این اصل هستش. وقتی طبیعت به درختی شکوفه میده به اندازه ای نمیده که برای خود درخت کافی باشه بلکه کاری میکنه برای تمام خسارت ها و بادها و طوفان ها هم کافی باشه وقتی توی دریاها ماهی تولید میکنه به اندازه بقای ماهی تولید نمیکنه بلکه به اندازه ای تولید میکنه که شیرهای دریایی و مارها و تمساها هم بخورند طبیعت از هر چیزی بیشتر از حد نیاز تولید میکنه و همینطور بشر رو مجبور میکنه که یک مایل اضافه رو بره و در غیر این صورت نابود میشه. اگر طبیعت به مردی که میره و یک دانه رو میکاره 500 دانه پاداش نده، همگی در یک فصل از گرسنگی میمیریم. اگر شما کار خودتون رو انجام بدید، طبیعت هم کار خودش رو انجام میده و کار خودش رو به وفور انجام میده. و یکی از عجیب ترین چیزها درباره طبیعت اینه که اگه ذهنتون رو در طرف مثبت چیزهای مختلف نگه دارید بزرگتر از طرف منفی میشه همیشه همینطوری میشه اگر روی بخش مثبت تمرکز کنید بزرگتر از همه چیزهای منفی خواهد بود که میخوان به ذهنتون نفوذ کنند و زندگی شما رو تحت تاثیر بذارند به اطراف نگاه کنید و مثالهایی زنده خواهید یافت از افرادی که میخواهید باهاشون رقابت کنید و افرادی که نمیخواهید افرادی که دارن شکست میخورند و شما میتونید بگید که چرا دارن شکست میخورند میتونم بگم که از این به بعد میتونید از این فلسفه در شکست ها و موفقیت ها استفاده کنید چون خواهید تونست انگشتتون رو بذارید روی دلیلش و این شامل شما هم میشه